در این جلسه قرار هستش که با مبانی اولیه موسیقی و بحث تئوری موسیقی آشنا بشیم و اینها رو مورد بررسی قرار بدیم ببینید موسیقی مثل هر زبانی در واقع الفای خاص خودش رو داره این الفا هفتا حرف هستن که ما به هر کدوم از این حرفها میگیم یک نوت و این نوت ها هر کدومشون نامی رو به خودشون اختصاص دادن و به صورت استاندارد جهانی به ترتیب C, D, E, F, G, A و بی هستن و اما در کشور خودمون ایران و حالا کشور مثل فرانسه و بلژیک نامگذاری دیگه ای هم داره که حالا شاید شنیده باشین و بهشون میگن به همین ترتیب دو ر می فا سول لا سی و به این صورت نامگذاری میشن اما این حروف و این نوت ها باید در فضایی در واقع قرار بگیرن و ما باید اونها رو نگارش کنیم در یک فضایی تا بتونیم نوت رو ببینیم و بنوازیمشون اما این فضایی که نوت ها رو نگارش میکنن داخلش اسمشون چی هستش؟ اسمش پنج خطی حامله یعنی پنج تا خط داریم که از پایین به بالا شمرده میشه یک دو سه چار پنج و به چه صورت نوت ها روی این خطوط و مابین این خطوط و بالای این خطوط و پایین این خطوط نگارش میشن و حالا از کجا تشخیص بدیم یک نوتی که در واقع حالا روی یکی از این خطوط یا مابین یکی از این خطوط قرار گرفته نامش چی هستش ببینید یه مبحثی رو ما در موسیقی داریم به نام کلید که کلید به ما کمک میکنه که اسامی نوت ها رو بتونیم تشخیص بدیم کلیدی که در گیتار قابل استفاده است و استفاده میشه کلید سول هستش که علامتش رو مشاهده میکنید و کلید سول هر زمان در ابتدای قطعی قرار بگیره بلا فاصله خط دوم رو به نام خودش اختصاص میده پس هر نوتی روی خط دوم قرار بگیره نام اون نوت میشه نوت سل پس اسم این کلید سول بود کلید سول و مبنایی شد و به گونه قراردادی شد تا زمانی که ابتدا قطعه اومد ما سریع بگیم که خط دوم نامش سول هست و با توجه به نام سول و خط دوم میتونیم اسامی دیگر نوت ها رو روی این خطوط و ما بین خطوط نگارش کنیم نکته قابل توجه این هستش که اگر روی پنج خط حامل بخوایم در نظر بگیریم زیر و بمی نوت ها رو یعنی گفتیم که صدای زیر میشه در واقع همون صدای نازکی که میشنویم و صدای بم صدای کلفتری هستش و به این ما تعبیرش میکنیم و پس به صداهایی که کلوفتر هستن و زخیمتر هستن ما صداهایی بم میگیم و صداهای نازکتر رو میگیم صداهای زیر اما میخوام ببینیم روی خط حامل به چه صورته هر چقدر که ما روی خطوط حامل به سمت بالا حرکت کنیم یعنی نوتا رو بالای خطوط حامل نگارش و نوشته بشن اون نوت ها در واقع نوت های زیرتری هستن و صداهای نازکتری رو دارن و هر چقدر به سمت پایین حرکت کنیم در واقع صداهایی که میشتویم صداهای بمتری هستن نسبت به صداهایی که در واقع روی باله های خطوط حامل میشویم پس روی خط حامل هر چقدر به سمت بالا حرکت کنن نوتا صدای زیرتری رو میشنیم و هر چقدر به سمت پایین حرکت کنن صدای بمتری رو میشنیم با توجه به خط دوم که نام سل رو به خودش اختصاص داده بقیه خطوط و مابین خطوط نیز نام خاص خودشون رو دارن پس اگه ما نوتی رو در این فضا دیدیم باید سریع بتونیم نامشون رو تشخیص بدیم حالا من جای نوت‌ها ها رو روی خطوط حامل بهتون میگم و نحوه تمرین کردنشون هم بهتون میگم نوت ر زیر خط یکم قرار گرفته نوت می دقیقا روی خط یکم بعد از اون نوت فا قرار گرفته ما بین خط یکم و دوم روی خط دوم که میدونیم نوت سل هستش و مبنای ما هستش بعد از نوت سل نوت لا هستش که جایگاهش بین خط در دوم و سوم بعد از اون نوت سی هستش به همین ترتیب نوت دو بین خط سوم و چهارم روی خط چهارم نوت ره هستش بین خط چهارم و پنجم نوت می هستش روی خط پنجم فا هستش و بالای خط پنجم نوت سل هستش پس جایگاه تمامی نوت ها رو ما متوجه شدیم حالا برای تمرین این نوت ها این که بتونیم سریع نام هر نوت رو روی خط یا مابین خط تشخیص بدیم باید حالت نوشتن یک مشق بردارید تک تک نوت ها رو به صورت جدا یادداشت کنید و نامشون رو بالاش بنویسید از هر کدوم از نوتا به عنوان مثال یک صفحه یا تا جایی که در واقع تو ناخودآگاهتون قرار بگیری که اگه یک نوت رو به صورت تنها و تکی دیدین سریع بتونین نامش رو تشخیص بدین و سری نامش رو بگین پس این میشه معقوله نوتخانه یعنی ما باید سریع بتونیم جای یک نوت رو روی خط حامل بگیم پس تمرینش این شد ما در واقع سرمشق میگیریم و از هر نوت حالا ما میگیم به عنوان مثال یک صفحه خود نوت رو جایگاهش رو در واقع مثلا نوت سل رو خط دوم میکشیم و در واقع نامش رو مینویسیم دوباره همینطور دوباره نوت سل رو مینویسیم و در واقع جایگاهش رو خط دوم میکشیم و نامش رو مینویسیم پس اینشو سرمشق گرفتن و نحوه تمرین این نوت‌ها <applause> با توجه به پهنای اصوات موسیقی تمامی در واقع صوت ها یا نوت ها روی خطوط حامل جا نمیشن و ما نمیتونیم همشون رو روی خطوط حامل داشته باشیم به این جهت در واقع ما یک سری نوت های بمتر در زیر خط یک و یک سری های زیرتر در بالای خط پنج داریم که برای نگارش این نوت ها از خطوطی استفاده میکنیم به نام خطوط کمکی یا خطوط اضافی که در واقع این خطوط امتداد دارن اما ما امتداد این خطوط رو در واقع نمی کشیم و فقط در واقع مثل یک خط فاصله این خطوط اضافه میشن و نوت ها مجدد در واقع روی این خطوط و زیر این خطوط نگارش میشن و در واقع میتونیم مثال نوت می رو داشته باشیم که در واقع همونطور که میبینید نوت می که بمترین نوت در واقع گیتار هستش در واقع زیر خط یکم ما میبینیم که سه تا خط اضافی وجود داره و در واقع زیر آخرین خط در واقع نوت می نگارش شده و این بمترین نوت ماست بعد از اون نوت فا قرار داره که باز دوباره یه سه خطی می‌بینیم و روی پایین‌ترین خط در واقع نوت فا نگاره شده به همین ترتیب می‌بینیم بالاتر نوت سل هستش که زیر در واقع یک دو خطی قرار گرفته بعد از اون نوت لا هستش که در واقع باز یک در واقع دو تا خطوط اضافی رو ما می‌بینیم که در واقع روی اون پایین‌ترین خط باز نوت لا قرار گرفته به همین ترتیب نوت سی و بعد نوت دو پس ما جایگاه در واقع نوتایی که روی خطوط اضافی قرار گرفتن رو شناختیم از اون بر هم باز این خطوط اضافه میشن و بالای خط یکم هم به همین صورت قرار میگیرن همونطور که میبینید نوت لا هستش بعد از اون نوت سی هستش بعد نوت دو هستش به همین ترتیب نوتا ادامه پیدا میکنن و همینطور زیرتر میشن و صداهای زیرتری رو تشکیل میدن که ما فعلا با خطوط اضافی کاری نداریم اما میخوایم جایگاه نوت رو فقط روی خطوط حامل ما, ما بینشون تمرین کنیم و یاد بگیریم اجزای تشکیل دهنده نوت ها در واقع شامل سه تا چیز هستن هر نوت شامل یک سر یک دم یا ساقه و یک پرچم هستش که حالا بعضی از نوت ها در واقع دم یا ندارن و پرچم هم ندارن برخی از نوت ها در واقع فقط یک دم یا دارن و برخی از نوت ها یک پرچم تا در واقع سه تا پرچم حالا بعضی از نوت ها چهار تا پرچم هم دارن که هر کدوم باز نام خاصی رو دارن و ما با توجه به این شکل هایی که دارن در واقع این نوت ها رو میشناسیم که در مبحث بعدی راجبش بهتون توضیح میدم سالی که همیشه برای هنرجوها پیش میاد این هستش که بالا یا پایین بودن ساقه یک نوت در اصل نوت تغییر ایجاد میکنه در جواب باید بگم که خیر اما به جهت اینکه در واقع نوت نگاری ما زیباتر بشه هر زمان سر نوت ما بالاتر از خط سوم قرار گرفت، دوم یا ساقه اون رو به پایین قرار میگیره و هر زمان، سر نوت پایینتر از خط سوم قرار گرفت، دوم یا ساقه اون رو به بالا قرار میگیره. تمام این مسئله به خاطر زیبایی نوسنگاری ما هستش.